نام خداوند به نهایت مهربان و بارز سلام به شما بیننده های عزیز. خیلی خوش آمدین و خوشحال هستم از اینکه بازم در برنامه امروزی با شما هستم. وقت هم شما بخیر. خب همه ما آشپزی میکنیم، یعنی همگی یاد دارن و آشپزی میکنن، ولی مهمی است که چگونه بتونیم یک آشپز خوب باشیم. یعنی اگر غذا آماده میکنیم همگی غذای ما را یعنی بپذیرن و غذای خیلی هم خوشمزه باشه. بر علاوه از غذا پختن، آشپزی فقط یعنی این نیست که ما غذا آماده کنیم و بعد سا و بخش های دیگه ایش هم هست که ارتباط میگیره به مسلکی بودن ما، ارتباط میگیره به این که چه موارد را در آشپزی ما همچنان مد نظر میگیریم تا اینکه ما بتونیم بگوییم که یک آشپزی خوب کردیم یا آشپز خوب هستین. این موضوع رو ما امروز در برنامه انتخاب کردیم که میخواییم این که چگونه آشپز خوب باشیم در این رابطه صحبت بکنیم، همه بخش ها و بود هاشه. بس با ما همراه باشین. خیلی موضوع جالب است و صحبت های هم خواد بود که شما هم استفاده بکنین در هنگام آشپزی کردن بخش ها و مورد را که ما امروز یاد میکنیم در برنامه. پس با ما همراه باشین. مهمان را هم با خود دارم. صحبت های بیشتر با مهمان برنامه ما می داشته باشم، آقای محمد شعیب اکبری، آشپز محلی افغانستان، که ما یک بار آقای اکبری را داشتیم در برنامه و امروز هم لطف کردن و در برنامه با ما هستن و بیشتر خواستن امروز به شما اون همه راه ها و روش های بهتر آشپزی کردن و اینکه چگونه آشپز خوبه باشین بر شما حتما روش ها و بعد هایش صحبت میکنن. خب لحظات بعد اگر خواستین که شما هم تماس بگیرین در برنامه 0-2-2-9-3 هم فعال میشه و ما منتظر تماس های شما میباشیم در برنامه. اگر سوال داشتین در این قسمت سلام بر شما، خیلی خوش آمدین. خب تشکر، زنده باشین. خب سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری موفق برنامه رسم زندگی و خدمت تمام بینندگان عزیز که میگنون تصویر ما را از طریق پردهای تلویزیون خود میبینن. امیدوار هستم که دارای صحت و سلامتی کامل باشه. سلامت باشین. قبل از اینکه بیایم در رابطه با خود آشپزی صحبت بکنیم، ما برنامه قبل را که با آقای اکبری داشتیم، ما اولین کتابتان که به چاپ رسید نشان دادیم به شما که اونمو غذاها و نوآوری های را که آقای اکبری داشتن و حتما کسایی که هم به دسترس شان رسیده استفاده کردن. یک سوال در این قسمت بوده که من میخوام میره از شما بپرسم. آقای حسین اینا سوال پرسیدن که کتاب دوم خود از آقای اکبری پرسیدن چه وقت به چاپ میرسانن و ما هم تازه ما میخوایم از کارکرد یا کار فعالیت تازه را که آقای اکبری داشتن میخواستم بپرسم. پس برادر ما سوال کردن و یک کتاب هست نزد من که دومین کتاب آقای اکبری است و اولین توفیه شان به من. تشکر، سلامت باشین. این هم پخت و پز غذاهای افغانی و با زمینه تدبیر منزل. در این کتابتان صحبت بکنین چی وقت به چاپ رسانیم و همه چیزهایی که از در این را بله دقیقا. خب کتاب پخت پز غذای افغانی با زمینه تدبیر منزل در سال 1396 بهار 1396 دیگه دقیقا که در بهار 1396 قرار داریم. خوشبختانه کارش به تمام شد و توانستیم که کتاب چاپ کنیم. دیگه فعلا از چاپ خلاص است، دیگه در چند روز محدود در بازار توزیع میشه و در دسترس دوستا قرار میگیره. کتاب پخت پز غذای افغانی با زمینه تدبیر منزل دارای 3 فصل می باشه که فصل اولش مربوط برای پخت پز انواع غذاها میشه که فصل اولش 8 قسمت داره که هر قسمت از او ترکیب بندی شده از انواع غذاها. فصل دومش مربوط میشه به تدبیر منزل که ما امون نکاتی که ضرورت از یک خانم و یا دختر خانم که در خانه مد نظر بگیره در اصول خانه‌داری اونا رو همیشه نوشته کردیم و انشاءالله که اگر نموده خوب از بر دوستا. فصل سیمش مربوط میشه به البوم غذا که زیادتر تصاویر گذاشتیم که دوستای ما میتونن از اون تصاویر استفاده کنن در وقت دیزاین کردن غذایشان، در وقت پخت پز غذایشان که خوشبختانه فعلا نزد شما قرار داره کتاب پخت پز غذای افغانی و انشاءالله که دوستای ما میتونن به زودترین فرصت کتاب به دست بیاره. یک چیزی که رنگی کتاب خیلی مقبول است، من این رنگ خیلی دوست دارم. میبینی رنگ گلابی و بانجانی میگیم این رنگ است. میخواییم در رابطه به این رنگ که بنفش. انتخاب خود شما بوده که بنفش. انتخاب کردین خیلی رنگ که تازه هست و خیلی هم شاد میکنه. خب تشکری میکنم از دوستی که واقعا، از کسی که واقعا خیلی برام عزیز است و خیلی دوست خوبم است که در قسمت انتخاب رنگ با پوش کتاب مرا همکاری کرد.
دیگه انتخاب یک دوستم است که خیلی برام عزیز است. کتاب اولش دوستایم که اگر به دست آوردن استفاده میکنن، ما هم از او خیلی استفاده کردیم در غذاهایی که پخته کردیم و خیلی هم چیزهای زیاد را یادم گرفتیم. پس از این کتاب که کتاب دو موقع یک بری است و تازه به چاپ رسیده، پخته پز غذاهای افغانی با زمینه تدبیر منزل استفاده بکنه، ان شاءالله که یک آشپز بسیار خوب خواهد شد. فصل را که یاد کردیم با تدبیر منزل است. خب از اینجا آغاز بکنیم، چون در یکی اما تو که شما گفتین یکی از اصول که در آشپزی باید مد نظر گرفته شود، یکی از روش های کاری تدبیر منزل و هم موارد که ارتباط میگیره با تدبیر منزل. دختر خانم ها یا خانم هایی که اگر در این آشپزی میکنن، بیشتر در قسمت تدبیر منزل چه موارد را مد نظر بگیرن تا بالاخره ارتباط بگیره با یک آشپزی بسیار خوبه؟ خب بخش تدبیر منزل، البته آشپزی هم جزی از کارهای تدبیر منزل است که در خانه ها معمولا مورد استفاده قرار میگیره. بعضی دختر خانم ها با او سر کار دارند، بعضی چی که همه با او سر کار دارند دیگه. ما وقتی میتونیم که یک در بخش تدبیر منزل موفق باشیم که ما امو بخشی که در کارهایی که در خانه است، مثلا نظافت است، پاکیزگی است و امو چیزی که رول مهم داره در بخش خانداری، ما باید در نظر بگیریم و برای ما یک سهولت ایجاد شد در بخش پخته پز غذا. به او دلیل ما از دیدگاهی که یک آشپز مسلکی هستم، 50% کمک میکنه که تدبیر منزل آشپزی را آسان میسازه. بسیار خوب. وقت کسایی که غذا پخته میکنن، مثلا چیزی که به شکل نرمالش باشه میخواین او یگان نواوری داشته باشه، با اضافه کردن یک چیز میخواین از او غذا یکم خوشمزه تر شوه، یک چیز نو دایش ایجاد شوه، این چقدر اگر بخوایم قرار باشه که نواوری بکنیم در یک غذا، چگونه مثلا چه چیز را در او اضافه بکنیم، مثلا در او غذا تا غذای ما خوشمزه باشه و ما هم بتونیم از خود یک خلاقیت خوب را نشان بدیم؟ روی نواوری غذا میخواییم صحبت ها را با آقای اکبری داشته باشیم، بیاین یک وقفه کوتاه بگیریم، در ادامه با ما هم راه باشین، صحبت های ما هم ادامه داریم. ادامه برنامه هست، بازم با شما هستیم. امروز در رابطه با موضوعی که صحبت میکنیم آشپزی هست و اینکه چگونه بتونیم آشپزی خوب داشته باشیم، همین موضوع است. شعیب اکبری آشپز محلی افغانستان با ما هست در برنامه. اگر میخواین که سهم بگیرین در برنامه، ما در خدمت شما، میتونین تماس بگیرین و شماره های تماس برنامه هم روی صفحه تلویزیون شما میآید. قبل از وقفه سوال را که پرسیدم در رابطه با اینکه قرار باشه در غذایی که ما نواوری بکنیم چگونه تا غذای خوشمزه باشه و یک نواوری خوب کرده باشیم، میخواین بگیرین. خب یکی موضوع نواوری است و یکی هم موضوع ازی که ما بتونیم مسئولیت غذا را بالا ببریم. وقتی که ما غذا را آماده میسازیم، ما باید اصلیت غذا را بالا بریم، یعنی در غذای ما مواد استفاده کنیم که با دیگر موادی که در غذا استفاده میشه هماهنگی داشته باشه، یعنی همخوانی داشته باشه، که هم غذای ما خوشمزه میشه و هم لذت غذا بلند میره و هم به اصطلاح اصلیت غذا بلند میشه. و دوم موضوع نوآوری. خب در دنیای امروزی که آشپزا خلاقیت یا نوآوری دارن، از روی فرمول غذا را نوآوری میکنن، از روی فرمول غذا رو نواری میکنن، غذای رو نواری میکنن که به صحت انسان مضر تمام نشه. و دیگه او ضرورت است که یک آشپز مسلکی غذا رو نواری کنه یا اختراع کنه یک آشپزی که فقط بخش کارش آشپزی باشه. اما خانم‌ها، دختر خانم‌ها، دوستایی که با آشپزی سر کار دارن، میتوانن که اصلیت غذا رو بالا برن و چیزایی رو در نظر بگیرن که با مو موادی که در غذایی که قبلا استفاده میشد از اون مواد استفاده کنن، انشالله هم ابتکار میشه و هم غذایشان خوشمزه میشه و هم اصلیت غذا بالا میره. این خوب واضح است که همه غذاها را فوق العاده شما پخته میکنین و ما هم خوردیم، خیلی خوشمزه بوده، کسایی که هم استفاده کردن. باز هم یگانه غذایی که اگر در شیرنی باشه کدام چیزه، یا هم از غذاهایی که تنده است، یک چیزی که بر شما خیلی خوشایند می باشه و مزه‌دار است، برتون وقت خودتون دست پختان هم میخورین، خیلی برتون مزه‌دار است، او کدام غذا؟ خب قسمی که ما در برنامه قبلی خود یادآوری کردیم، ما از جمله غذا همون غذایی را دوست دارم که به ساعت ما مضر تمام نشه، یعنی زمانی که به ساعت ما مضر تمام نشد، فایده هم باید به وجودم برسانه، به ساعتم برسانه. از جمله نوع پیش غذا یا سوپ مخلوط زیاد دوست دارم که یکی از غذای خودم است، از نواری خودم است. و از جمله غذای اصلی پلاو میوه‌ای را زیاد دوست دارم که از جمله غذای مناسبتی از غذای خودم است. بیاین ادامه صحبت های شما را بشنویم. زهرا جان روی خط تلفن هستن، زیاد منتظر نمانند. سلام بر شما، خیلی خوش آمده. سلام زهرا جان، خوش آمدی به برنامه. بفرما اگر سوال داری، چون ما در رابطه با آشپزی صحبت میکنیم، بشنویم از شما.
ما خود مهمانتان یک سوال سخون من گفته تق گفته بکنه که از پیشم بشکن پاس پاس بشه گفته بسیار خوب خب تشکر از تماس شما زهرا جان از یک تماس گرفتیم اگر بخما من دازم عرض که من دازم خب گرفتیم سوال شما را تشکر خب تشکر خواهر عزیز که به برنامه تماس گرفتی البته زمانی که ما میخواییم کوفته خوبتر بهتر یا کباب کوفته آماده بسازیم ابتدا گوشت را دوبار از ماشین بکشیم دوبار از ماشین کشیدیم گوشت به اندازه به اصطلاح ملایم میشه یا به اندازه میده میشه که گوشت ما با دیگه موادی که در کوفته به کار میره همخوانی میداشته باشه همخوانی میداشته باشه و یک مزه خاص خودم پیدا میکنه و هرگز انشالله کوفته نمیشکنه بسیار خب پس همین راش است که دوبار اینا دوبار از ماشین کشیده شد خالد جان سلام تقدیم کردن و گفتن سوال که از شما داشتن بیان و سوال ما میگذارم حتما میپرسم تماس داریم سحر جان و خط تلفن حسن سلام سحر جان خوش آمده بله سلام علیکم خوب هستین سحر سلامت زنده باشین سحر جان خوش آمدین به برنامه بیننده بودین حتما موضوع را هم گرفتین مشنویم از شما بله یک سلام به مهمان شما و یک سوال از مهمان شما دارم مشنوین من امی برنجه که پخته می کنم و صافکی مثلا اگر اوش مثلا زیاد کنم بیخی نرم است پیشم میشه اگر کم مثلا کم کنم بیخی دانه سخت میمانه تشکر گرفتم سوالتان سلامت بفرمایید خب بازم تشکر میکنم از خواهر عزیزم که به برنامه تماس گرفتن خب وقتی که ما میخواهیم که پلو آماده بسازیم یا برنجی را پخته کنیم کوشش کنیم که به شکل صافی اگر می باشه وقتی که جوش میتیم برنج 80% به قوام برسه یعنی 80% برنج نرم شه بعد از آب بوره صاف کنیم زمانی که پس بوره دوباره داخل دیگ میریزیم مقدار آب به مقدار آب استفاده کنیم که فقط هم 20% برنج که به اصطلاح خام باقی مانده بوره بتانه پخته شه یعنی نه زیاد اما کم باشه و نه هم زیاد باشه و اندازه متوسط از اینا یک مشکل است گاهی زیاد میشه گاهی کم نه باید چرانه خب امو وقتی که میبینن امو قوام برنج میبینن که چند فیصد برنج نرم شده باید امو 80% انتخاب کنن وقتی که 80% شد برنج صاف کنن و پس حتما سحر جان وقتی که آشپزی میکنه یا برنج وقتی دا او مندازه خودش جای مصروف کار میشه اموز که گاهی تو میشه اگر متوجه باشین همتا شما بیان گفتن انشالله که نبرنجتون سخت میمونه و نه هم خیلی نرم میشه سوال که خاله جان دارن اینا گفتن کس که از کارهایتان تقلید کنه چه لقب را برش میده خب تشکر دوست عزیز که سوال خوبی پرسیدین البته ما بنیانگذار هستم در رشته هنر آشپزی محلی در افغانستان بسیار دوستا هستن که از کاریم تقلید میکنن و از کاریم از بنیانگذاری استفاده میکنن خب کسی که از کارا و از بنیانگذاری ما تقلید کنه یا از بنیانگذاری ما استفاده کنه لقب شاگرد برش میده بسیار خیلی لقب شامد خوب است خب عبدالرحیم خب سوال بینینده ما رو میمانیم سونیا جان تماس گرفتن سلام سونیا جان خوش آمده دنیا دوستی گم سونیا جان صدای من رو بشنوین تماس شما تاسفانه قطع شد وقت داریم اگر تانستن دوباره تماس بگیرن چند نوع غذاها را نوآوری خود شما بوده گرچه در برنامه قبل روی این موضوع صحبت کردیم خیلی کوتاه بله درست است خب بیشتر از 300 نوع غذای محلی افغانی از نوآوری خودم است که در کتاب دوم هم در حدود بیشتر از 70 نوع درج کردیم در غذاهای افغانی یا غذاهای محلی افغانستان کدام غذا خیلی پختنش مشکل است که بله. او خیلی دقت کار داره بله. با ویژگی هایی را که یک آشپز باید داشته باشه بله دقیقا یک نوع غذا داره افغانستان به نام گوساله شکمپر که مشکل ترین غذا در افغانستان امو غذا است که تا آشپز مهارت خاص نداشته باشه آشپزی که مثلا ماهر برجسته نباشه او غذا را پخته کرده نمیتونه بسیار خوب بازم تماس داریم دنیا جان روی خط تلفن هستن سلام دنیا جان خوش آمدید سلام علیکم سجاد خوب هستین؟ تشکر زنده باشین خوش آمدین خب آشپزی است موضوع امروزی برنامه ما بفرماین از شایر جان چیز سوال دارین؟ ما یک سوال به مهمان به تقدیم می کنم می خواستم تست دهی شربای بسیار مزه دارم از پسر پرسان کنم از چی را نفهمیدم؟ شربا شربا را گفته؟ شربای بسیار مزه دار
خب بسیار خوب، تشکر از تماس دنیا جان، از یک تماس گرفتی. بله خب تشکر خواهر عزیز. البته ما وقتی که شوربا آماده میسازیم کوشش کنیم که از مواد طبیعی در غذای ما استفاده کنیم. مواد طبیعی ما امو رومی تازه است، مرچ تازه است، پیاز است، سیر است، زنجفیل است و مصالحاتی که در اون غذا به کار میبریم مصالحاتی باشه که عطر و بوی تازه داشته باشه و درمانده نباشه. دیگه شوربا اونم قسمی است که در خانه دوستا آماده میسازن، همین مواد تازه که استفاده شه ان شاء الله که شوربایش مزه‌دار میاد. چون وقت برنامه کم است من نمیتونم که ام پختش برشان بگم، وقت برنامه زای میشه دیگه دوستان میتونن از مواد تازه استفاده کنن. شاید جان معمولا یک چیز که عام است میان مردم مثلا میگیم دستپخت از این نفر مزه‌دار است فلان کس نه، این ارتباط واقعا داره؟ بعضا میگه دست از این مزه‌دار است، هر چیز پخته کنه غذایش مزه‌دار میه، و بعضا میگه دستش بد مزه است، هر چی کوشش رو میکنه بازم خوبش نمیه. این چقدر دقیق است؟ بله دقیقا. خب آشپزی که بلاقمندی پیش بره، یعنی کسی به علاقمندی غذا را آماده بسازه، علاقمندی خاص داشته باشه به پختپز غذا، و دیگه وقتی که میخوای آشپزی کنه وضو داشته باشه، دیگه نماز خود خوانده باشه، واقعا که دست پختش بسیار عالی میه و بسیار بامزه. مثلا هر غذایی را پخته میکنیم شما هم اشاره کردین دیزاین از او هم خیلی نقش داره. وقتی روی سفره ما میگذاریم اگر غذای خیلی ساده باشه ولی با یک دیزاین دیکور خیلی منظم خود به خود اشتیای ما میای میخوایم ما رو بخوریم، ولی اگر هر چیز باشه و اصلا سلیقه وجود نداشته باشه اصلا اشتیای آدم نمیای. روی سلیقه که اگر بعضی دیزاین ها را به غذا ما انتخاب بکنیم چگونه روی موضوع صحبت شما را بشنویم. تماس داریم بیننده ما هستن روی خط تلفن. یاسمین جان سلام، خوش آمدین. سلام علیکم. سلام خوش آمدین، بفرمایید. مشنویم صدای شما را، خوش آمدین. سلام با شما، سلام با میمان. سلامت زنده باشین یاسمین جان، بفرماین اگر سوال دارین. میخوایم تهیه کیک برام بگوین. طرز تهیه کیک درست است. تشکر از تماستان. خب تشکر خواهر عزیز. البته ما وقتی که میخوایم کیک آماده بسازیم ابتدا آرد ترمیده، مسکوه یا روغن، شیر، بوره، ایل، وانیل، تخم مرغ، این مواد را پیش دست خود قرار میدیم و هر کدام از اون به نوبه خود با هم مخلوط میکنیم و بالاخره از یک خمیر کیک درست میکنیم و بعد قالب داش چرت نموده امو خمیری که آماده ساختیم داخل قالب میریزیم و به درجه حرارت ملایم داخل داش میگذاریم و بعد از داش بیرون کشیده میگذاریم مقدار سرچه و بعد از قالب بیرونش میکنیم امرو با امو نوشیدنی که دلخواه ما هست نوشی جان. خیلی ساده و مزه‌دار میآید. بله دخل. خب روی سلیقه و دیکور و دکوریشن غذاها گفت. بله. خب اما اندازه که لذت غذا رول داره، اما اندازه که مزه غذا رول داره، اما اندازه که به اصطلاح نوعیت غذا رول داره، به اون اندازه سلیقه غذا یا سلیقه ظروف رول داره. وقتی که ما غذا آماده میسازیم باید که غذای ما در سه کاتگوری یا به سه صفت باشه. صفت اول اصلیت غذا باید داشته باشه، یعنی غذای ما اصل باشه، غذای ما موادی غذای ما استفاده شده باشه، کمش موادی خوب باشه. دومش مزه غذای ما خوب باشه، یعنی مزه غذای ما بعد باشه که یک خورنده یا کسی که از او غذا نوش جان میکنه علاقمند به اون غذا شوه. و صفت سیمش سلیقه غذا است یا سلیقه ظروف است که دوستان ما بعد مد نظر بگیرن. اگر دو صفت داشته باشه غذای ما سلیقه نداشته باشه، بازم امو کسی که ایره میخوره یا کسی که خورنده است به اصطلاح خوش نمیه. اگر هر سی صفت داشت غذای ما واقعا که خوب میه. ایره بختر یاد کنیم بعض کسا هستن خیلی به اوصله بله. اشپزی میکنن بله فقط یک چیز که مسئولیت واره باشه از او انجام میتن و امو هست که خیلی خوب بله. نمیه مزدارم نمیه، ولی اگر با امتو که شاید جان گفتم با شوق علاقه با یک اوصله زیاد آشپزی کنیم مطمئن باشن خیلی هم خوشمزه میه غذای تان. به طرفانه اگر بگوین خانما آشپز خوب هستن یا آقایان؟ خب البته اینجا دو کتگوری وجود داره. کتگوری اول که خانما نسبت به بعضی آقایانی که آشپزی یاد ندارن یا مسلکشان آشپزی نیست ماهر هستن یا آشپزی خوب هستن، اما نسبت به خانما کتگوری دوم نسبت به خانما آقایانی که مسلکشان آشپزی است فقط در بخش پخت پز غذا سر کار دارن از خانما کرده آشپزی را یاد دارن.
چون خانم ها به مدت مقدار کمی غذا آماده می سازن به تعداد 10 نفر 15 نفر یا اعضای فامیل یا مهمانی که پیشان میاد، اما آقایان که یک تعدادش مسلکشان آشپزی است به حدود 1000 نفر 500 نفر 2000 نفر 3000 نفر غذا آماده می سازن. دیگه ما گفته نمیتونیم که خانم ها، به دلیل که خانم ها در مجلسی که کلان است، مجلسی که بزرگ است، تعداد مهمان زیاد می باشه، در آشپزی سم نمی داشته باشه، به دلیل از اینکه از توانشان بالاتر می باشه، اما استاد آشپزی خانم ها است. بسیار خوب. ما چند غذایی را که مثلا معمولا، خب بیاین این موضوع را میمانم، یک سوال که مثلا ما از غذاهایی که خاص از ارتباط میگیره به افغانستان، مثلا آشک است، مندوز، بولانیز، این چیزهایی است که همگی دوست دارم، معمولا در بعض روزهای رخصتی اگر هر روز نمیشه بعض روزهای مخصوص بلی. استفاده میکنن. در این رابطه بگین در این غذاها شما چیز نوآوری آورده این چیز خاص یا که یه تو چیزی که بوده تا حالا هم وجود داره؟ خب البته ما تعداد غذایی را که نوآوری کردیم یا غذایی را که از خودم است، ما از بعضی غذا که در زمان سابق بوده تقلید کردیم. مثلا ما شما در زمان سابق داشتیم آشک یا گندنه، آشک گندنه، یا داشتیم منتوی پیاز یا منتوی گوشت، اما ما همون منتو را نامش گرفتیم نوشته کردیم منتوی ترکاری، منتوی ترکاری نوآوری کردیم. یا داریم ما پلو صافی داریم یا پلو قابلی، اما ما از امو تقلید کردیم، پلو صافی آماده نساختیم یا نخود پلو یا چیزی را آماده ساختیم که با امو شباهت داشته، اما متفاوت، مزهش متفاوت، طریق پختش متفاوت و موادی که در غذا به کار میره کاملا متفاوت. اما نامش با غذایی که در زمان سابق بوده همخوانی داره و از نامشان تقلید کردیم. و همون نام خوب است که بله. باشه دقیقا. خیر اگر بعض نوآوری ها می، ولی نامایی که بله. بوده باید وجود داشته بله. باشه. اما یک موضوع را میخوایم یادآوری کنم که هیچ کسی در این زمان نمیتونه که غذا را تغییر بده، به دلیل از اینکه غذای از زمان سابق باقی میمانده باشه، دیگه ما میتونیم که در پهلوی از این غذا دیگه غذا را نوآوری کنیم، اما در اون غذا کار گرفته نمیتونیم. وقت ما تمام است. خیلی صحبت های خوب بود. تشکر آقای اکبری از اینکه با ما بودید. خب تشکر از شما که مرا به برنامه زیبا و دیدنتان دعوت کردین. یک جوان سپاس از اتان. سلامت. سپاس از شما بیننده های عزیز ازی که بازم با ما همراه بودین و از خواهرای ما که تماس گرفتن در برنامه غذاهایی را که پرسیدن، انشالله که حتما طریق پختنش یاد گرفته باشن و بعد از این غذاهای خوشمزه آماده کنین. سلامت باشین. این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا دیدار بعد، همه شما رو به خداوند یکتا می‌سپارم. الان نگهدار. بقیه روز همه ما شما خوش. Music